اگر از طرف زمین به طرف خورشید بریم، دو تا سیاره بین ما و خورشید قرار گرفته. اولی زهره است که بهش میگن وینوس یا ونوس. دومی هم عطارده که به انگلیسی میشه مرکوری. خیلی درخواست داریم که درباره نپتون، اورانوس و زحل ویدیو بسازیم. همه رو به ترتیب میسازیم. فعلا میریم یکم از عقب شروع بکنیم. زهره. به زهره قول کره زمین هم میگن. یعنی میگن این دوتا سیاره دو قلو هم. اما از هیچ لحاظی به هم شبیه نیستن. اونها فقط اندازه‌شون نزدیک به همه. این زهره نسبت به عطارد از خورشید دورتره، ولی بسیار داغ‌تر از عطارده و داغ‌ترین سیاره سامانه خورشیدیه. درجه حرارت روی این سیاره حدود 460 درجه سانتیگراده. یکی از چیزهای جالب زهره اینه که در تمام سطح این سیاره هوا یه جوره. در مواقعی که پشتش هم به خورشیده، باز همین دما رو نگه می‌داره و دلیلش اینه که یک جو بسیار ضخیم دورش رو گرفته که بیشترش دی اکسید کربنه. ولی یه سوال پیش میاد، چرا زهره با اینکه از خورشید دورتره، داغ‌تر از عطارده؟ دلیلش اینه که عطارد یک جو خیلی رقیق داره، اما زهره نه. فشار هوا در سطح زهره به قدری بالاست که ما نمیتونیم اون فشار رو تحمل کنیم. مثل این میمونه که ما 1 کیلومتر بریم زیر آب. ناسا میگه اگر وارد این سیاره بشی، قبل از اینکه از حرارت بمیری، از فشار هوا کشته خواهید شد. جو عطارد یا مرکوری به قدری رقیقه که حرارت رو اصلا نگه نمیداره. برای همین طرفی که شب میشه تمام حرارت رو رها میکنه و سرما همه جا رو میگیره. اما زهره چیزی رو رها نمیکنه. همه حرارتی که از خورشید میاد تو خودش حبس میکنه. گولدیلاکسون رو که یادتونه که به فارسی بهش میگن کمربند حیات. یعنی سیاره‌ای در جایی قرار داشته باشه که قابل زندگی باشه. در یک فاصله محدود از ستاره رو گولدیلاکسون یا کمربند حیات میگن. زهره توی کمربند حیات قرار نداره، ولی دانشمندان میگن این سیاره قبلاً جهنم نبوده. دانشمندان میگن سطح زهره سنگیه و خیلی آتشفشان داره. بعضی جاهاش کوهستانیه، بعضی جاهاش صاف. رو زمین که 460 درجه حرارته، ولی اگر بری نوک قله کوهاش هم باز همون حرارت وجود داره. بلندترین قله در زهره مکسول مونتز نام داره و میگن 11 کیلومتر ارتفاعشه. یعنی یه چیزی حدود 2200 متر از اورست بلندتر. همونطور که گفتیم دانشمندان معتقدن این سیاره قبلاً جهنم نبوده. زهره هم همسن زمینه، یعنی 4.5 میلیارد سال از عمرش گذشته. مدت کمی نیست. چند هزار سال پیش هم اگر بخوایم تجسس کنیم کار مشکلیه. وای به حال اینکه 4.5 میلیارد سال پیش. اونها میگن این سیاره 3 میلیارد سال اول عمرشو پر از آب بوده و دمای اون بین 20 تا 50 درجه سانتیگراد بوده. یعنی از زمین گرمتر ولی قابل تحمل. این سیاره از 700 میلیون سال پیش تغییر ماهیت داده و شروع کرده به گرمتر شدن، به طوری که تمام آبهای اون خوش شده. میگم وقتی به این سیاره نگاه میکنیم میبینیم که تاریخ اون پر از زمانهای سرد و گرمه. یعنی مثل زمین هم دوران یخبندان داشته هم دوران بسیار داغ. 3 میلیارد سال پیش زهره در بهترین حالتش قرار گرفته بوده. هوای معتدل، آب فراوان و سطحی که از صفحات مختلف
که در کنار هم حرکت می‌کردن تشکیل شده بود، مثل گسل‌های زمین. دانشمندان سعی کردند که بفهمند این جو به این سنگینی چطوری دور این سیاره تشکیل شده. هرچی بیشتر تحقیق کردند، کمتر متوجه شدند. ولی یه نظریه دارن که میگن آتشفشان‌های فراوون این گاز دیوکسید کربن رو دور جو پر کردن. خیلی از دانشمندان معتقدند که کار آتشفشان هاست. اونها به قدری دیوکسید کربن تولید کردند که این سیاره رو به جهنم تبدیل کردند. اونها میگن اگر زهره بخواد مثل اولش بشه، صدها میلیون سال باید بگذره تا این گاز دیوکسید کربن دوباره آروم آروم وارد سنگهای سطح زهره بشه. شاید بگین چجوری این گاز وارد این سنگها میشه؟ در مدت طولانی و مجاورت سنگ‌ها با این گاز باعث میشه که ذره ذره این سنگ‌ها به این گاز آلوده بشن و اونا آروم آروم بکشن به خودشون. میگن روی این سیاره به احتمال زیاد زندگی وجود داشته، چون خیلی قبل از کره زمین روی اون آب مایع وجود داشته. ولی تحقیقات کافی در این مورد بسیار مشکله. اول از این که نمیتونیم سطحش رو درست ببینیم به دلیل جو سنگینش. دوم از این که آباش که همه خوش شده، سطحش هم مثل جهنم میمونه. اگرم بتونیم بریم توش، از فشار هوا میمیریم. پس فعلا نمیشه تحقیقات کامل در این باره انجام بشه. جهنمه نه؟ ولی همین جهنم یک نمای خوبی برای ما داره. بعضی شب‌ها اگر جای درستی قرار گرفته باشه، به راحتی میشه دیدش. پرنورترین نور درخشان در آسمان شب بعد از ماهه و خیلی هم قشنگه. جالبه که بدونید اون سمت چپی اون بالا مشتریه. باورتون میشه یک سیاره را از این فاصله دیدن خیلی حرفه، اونم با چشم غیر مسلح. با این حال چون مشتری خودش یک قوله، میتونیم راحت ببینیمش. ولی قشنگی زهره یه چیز دیگه است. ممنون که با آنتن هستید. بعضی از دوستان میپرسن چرا کامنت ها رو جواب نمیدید. باور کنید وقت نمی کنیم، اما همه کامنت ها رو میخونیم و درخواست ها رو هم میذاریم توی لیست درخواست ها، ولی فرصت جواب دادن به همه رو نداریم. موضوعات درخواستیتون رو یک بار کامنت بدید. مطمئن باشین اگر قابل ساخت باشه حتما کلیپش رو میسازیم. منتها به نوبت.